به شما سلامتی مسی و شما عزیزانم و خدا رو شکر که امروز هم با شبکه 107 پارس همراه هستید مخصوصا این برنامه برنامه ایسا پیش و پس از قیام به ایسکای هشتم رسیدیم نه؟ بله. خیلی قشنگ بود تا الان این ماجراجویی که داشتیم همراه با فرانک جان، پیتر عزیزم و رضا جانم که صحبت کردیم از اینکه عیسی چرا آمد؟ برای چی اومد؟ دیدارهایی که عیسی حتی به شاگردین داشتش تو قسمت قبلی و امروز میخوام بیشتر به این قضیه بپردازیم که ما در درسته تو دنیای مسیحیت در جهانبینی مسیحی هستیم اما با خیلی از غیر ایماندارها ما مواجه میشیم چه در خانواده خودتون خودم و چه افرادی که بیرون میبینیم دوستی داریم سر کار توی جای تحصیل و غیره مطمئنا ما با اونها با معبد برخورد میکنیم اما خیلی وقتها اونا میان دلیل رو میپرسن یا حتی صحبت میشه از اینکه مثلا فکر کنید من توی شرکتی کار میکنم زمان عید قیام رستاخیز ایسا ما به هم تبریک میگیم و اون میگه چرا تبریک میگی؟ و این مسائل خیلی مهمه که وقتی ما میخوایم اشاره کنیم به اینکه واقعا آیا عیسی رستاخیز کرد همون جمله که قبلا گفتم گفتیم که تبریک میگم عیسی مسیح قیام کرد پیتر جواب میده حقیقتا مسیح قیام کرد خب این آیا بر اساس یک صحبت فقط پیتر جان یا اینکه بر اساس مستندات تاریخی و محکمی که چه مسیحا و چه تا غیر مسیحا اینو صحت گذاشتن من این مستندات رو یه مقداری نگاه میکردم بهشون و خیلی مستندات تو جواب این عزیزانی میاد که مثلا میگن شاید کتاب مقدس شما اصلا تحریف شده شاید خب ما بر اساس کتاب مقدس میگیم عیسی رو کرده و خیلی میگن شاید اصلا تحریف شده من میتونم الان یه مقداری اول به مستنداتی که از عهد عتیق هست اشاره بکنم ما تا من خیلی دوست دارم اینا رو خیلی از رو خیلی مستندتر بخونم البته که داری میگی از عهد اره عتیق خیلی نیازه که خیلی مهمه چون بیشتر صحبت کنم چون باید. مثلا من دارم میگم که میخوام ببینم ماشین لباس چه جوری کار میکنه نمیدونم از راهنمای مثلا ماشین ظرف یا مم. ما نمیدونم مم. یخشال استفاده کنم چه کار میکنه باید از خودش اول سراغش برم مم. آره شرکتش رو ببینید کجا دقیقا یه سری از کتاب مقدس هایی که ما الان داریم مربوط میشه به نس... نسخه کتاب مقدس مربوط میشده به قرن نهم و دهم میلادی خب البته اینایی که من میگم فقط مربوط به فعلا و بعد یک سری نسخه ها پیدا میشه که بهش میگن تومار دریایی مرده اهمیت این نسخه ها چیه قدمت کتاب مقدس رو بخش عهد عتیق رو هزار سال میاره عقب این نوشته هایی که پیدا شده تخمین زده شده که از سالهای اه, 120 سال قبل از میلاد تا 70 بعد از میلاده 70 بعد از میلاد دقیقا وقتی که معبد اه, توسط دارد. رومی ها خ... خراب میشه رومی ها حمله میکنن به اسلام پیشگویی کرده بود البته بله دقیقاً و حالا اون پیشگویی به هر ترتیب داره تحقق پیدا میکنه دیگه اونجا دیگه این نسخه ها تموم میشه چرا این نسخه های تومار دریای مورده توسط یک فرقه نوشته شده به اسم اسنی ها این گروه از جمع کناره گزیده بودن و توی یک قارهای زندگی میکردن که اون قسمت معروف به قیروان بعد اینا تو اون قارها فقط به پرستش خدا مشغول بودن دعا و اینا مدام نسخه ها رو کپی برداری میکردن خیلی دقیق و خیلی منظم نسخه ها رو کپی برداری میکردن این تومورهای دریای مرده که پیدا میشه متعلق به اونهاست حتی الان هم میشه رفت و اون منطقه رو دید این اتاقهایی که اینا میشستن مینوشتن میزهاشون همه هستش نسخه هایی که ازشون پیدا شده به خاطر محیطی که اونجا داشته و خیلی خشک بوده و اینها سالم باقی موندن و اصلا به یک شکل خیلی نمیخوام بگم ولی آره اینا سالم باقی موندن و این قطار روی پوست نوشته شده روی پاپیروس نوشته شده روی مس هم چند تاش نوشته شده به زبانهای آرامی به زبانهای, به زبانهای عبری به زبانهای یونانی چون مردم اون زمان توی میدونی که زبان یونانی زبان رسم رومی ها بوده آن زمان و خود ابری ها خب ابری به اسطلاح میشه گفت زبان علمیشون بوده زبان محاوره آرامیک بوده و به همین دلیل این نسخه ها به سه تا زبان نوشته شده و خیلی شاید جالبه بدونید در مقایسه ای که کردن این نسخه ها رو با نسخه های بعدی که گفتم حدود سالهای قرن نهم دهم میلادی بوده چیزی حدود 16 تا اگر اشتباه نکنم 16 تا واژه متفاوت پیدا کردن اینقدر این نسخه ها به هم دیگه نزدیکن و به همین ترتیب نسخه هایی که توی ده های قرن های نهم و دهم میلادی پیدا شده نه بی نسبت به بقیه نسخه های عهد عتیق و همونطور که میدونید خب توی یه سری دانشگاه توی خود اورشلیم تو یک دانشگاه تو اورشلیم و چند جای دیگه شما میتونید این نسخه ها رو ببینید موجود هست دقیقا. قابل رویت من حالا اگه اجازه میدونم مطالب زیاده در مورد این قضیه آره در مورد عهد جدید هم خیلی نسخه ها وجود داره حالا من تو قسمت بعدی باز دقیقا. آره دوباره صحبت, آره دوباره, سومت دوباره سومت سومت میکنم. من صاحب مطمئنا <تصفح> تو هم اطلاعاتی در مورد این قضیه داری مثلا نویسندگان یهودی و رومی که در موردش نوشتن تاریخ <تصفح> ایسای مسیح از اثر غیر مسیحی ها رو اگه بخوام بگم گاهی بعضی از عزیزان غیر مسیحی سوال میکنن به غیر از کتاب مقدس ما میتونیم در کتب دیگه هم پیدا کنیم برای اثبات وجود عیسی مسیح با وجود اینکه اسناد تاریخی و ایمان ما مسیحیان به حقیقت بودن کلمات کتاب مقدس اثبات شده ولی در پاسخ به این سوال باید بگویم بله من میخوام با توجه به یک سری رفرنس ها که بخوام دقیق بگم در منابع تاریخی سکولار یا غیر مذهبی مدارک مهم تاریخی هم وجود داره که از وجود عیسی مسیح دلالت میکنه که اونها رو میتونم به این شرح بگم در تاریخ تاکیتوس تاکیتوس رومی فصل 15 یکی از دقیق ترین تاریخ نویسان دنیای باستان محسوب میشه او میاد و می نویسه که مسیح در زمان حکومت تیبریوس به دست پنتیوس پلاتوس عذاب کشید و در نسخه دیگه فلاویوس جوزفوس معروف ترین تاریخ نویس یهودی هستش که اون در آثار تاریخ خودش به یعقوب برادر ایسایی اشاره داره که معروف مسیح هستش و قسمتی بحث برانگیز اینجا وجود داره که می نویسه اکنون در همین زمان ایسا یک انسان حکیمه اگر بتونیم اون رو انسان بنامیم <applause> و چون می نویسه که یعنی این کار زیرا اون کارهای تعجب آوری انجام میداد که خارق العاده بودن این کارها و همینطور در این مقاله به مرگ و قیام عیسی مسیح اشاره میکنه خیلی صحبت در این باره زیاد هست آره اگر اجازه اگر... بدید که آره ادامه در ادامه, در ادامه رزا... من خیلی کوتاه میخواستم برای بیننده یه بار دیگه تاکید کنم کسانی که فرانک ازشون اسپورت هیچ به عیسی مسیح ایمان ندارن دقیقا. آره چیزهایی که ثبت کردن بر اساس ایمانشون نیستش واقعا حالا یه مقدار خب از این تاریخ بیام سراغ یه تجربه رضا جان تجربه بهم گفته بودی میشه به با در بود دقیقا. دقیقا حالا بچه ها درباره اتفاقات گذشته و تاریخ و اینا صحبت کردن من یه کلیپی دیدم میخواستم اینو مطرح کنم که نگاه غیر ایمانداران به رستاخیز چیه تو اون کلیپ البته یه ایماندار عزیز افته بود تو خیابون و کردی میکرد در نگاه مردم و حالا اونایی که ایماندار بودن که جوابشون مشخص بود اونایی که ایماندار نبودن یکیشون میگفت من این موضوع رو درک نمی کنم یکی میگفت من اصلا عجب مگه میشه آره یکی میگفت من برام نامفهوم و حیرت انگیزه یکی میگفت من اصلا به این اتفاقات دو هزار سال پیش اصلا سعی میکنم فکرم رو درگیر نکنم یکی جالب هم میگفت اصلا ایسا مسیح بالای صلیب نرفت یکی دیگه جاش رفته و نگاه های متفاوتی داریم نسبت به رستاخیز م... مسیح, مسیح. و این گزارش کرد که میرفت کنار یه ایماندار قرار میگرفت و صحبت اونو میشنیدیم و صحبت غیر ایمانداران شاید ما هم قبل از ایمانمون همین بود من اگه برنامه اول بود فکر کنم میگفتم من درباره عیسی مسیح فقط یک چیز رو میدونستم که مرگم یک پسر به دنیا آورده که دقیقا. بدون مر بوده و دیگه درباره رستاخیز هیچی نمیدونستیم اگه رضا جون اجازه بدین بچه ها یه سر بریم پرستش کنیم میدونم که همینجوری که گفتی همون کسایی که نوشتن غیر مسیحی بودن خیلی یا ممکنه الان غیر مسیحی حتی ما دارن نگاه میکنن و واقعا مسیح جز تاریخ و سندیت از نظر روحانی و همین الان هم پشت در قلبشون ایستاده در همین رو می‌خواستم بگم آمین که همون جوری که ما نجات پیدا <تصفح> کردیم, امیم. اونایی که غیر ایماندار هستن و دارن این برنامه میبینن لمس آمین. قلبشون لمس بشه آمین می‌بینیم پرستش می‌کنیم میایم و به این مپسه تاریخی می‌پردازیم مرسی بفرمایید <تصفح> پیتر عزیز ما رو هدایت میکنه به سمت سنهای خداوند پیتر جان ما رو میبره خدا رو شکر واقعا و من دعا میکنم با همه قلبم واقعا با همه قلبم دعا میکنم در نام ایسای مسیح برای تمام کسانی که شاید ما رو الان در این لحظه میبینن یا اصلا ده. شاید اصلا ما رو نمیبینن و خبری از این وقایع ندارن با همه قلب دعا میکنم امروز اگه در قلبشون به سوی خداوند بسته است امروز امروز اگر صدای خداوند رو میشنوند قلبشون رو باز کنن و اجازه بدن که روح قدوس خداوند بر اونها بیاد اونها رو لمس کنه و با خدای حقیقی آشنا بشن آمین, آمین. 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 پس <applause> بیایید با هم دیگه این سرود رو اجرا بکنیم اگه دلت شکسته تنها شدی و خسته بدون که یک نفر هز خستگیاتو برداره آمین اگه دلت شکسته تنها شدی و خسته いい دلت شکسته تنها شدی و خسته غم تو دلت نشسته تموم راها بسته داری دنیا داد میزنی بی صدا بچه جا میتونیم ما رو در دعا هدایت کنی؟ آمین مرسی بله واقعا ای خداوند ممکنه خیلی وقتا ما دل شکسته باشیم خسته باشیم فریاد بزنیم بگیم کجایی چرا نمیبینی کجایی چرا عمل نمی کنی چرا ای خداوند چرا من اینقدر تنهام اما تو خدایی هستی که همیشه یافت میشی تو ای خداوند همیشه بارهای ما رو حمل میکنی ای خداوند تو آماده خداوند که گوشات بشنوه صداهای ما رو ای خداوند ما ای خداوند وقتی که صدامون رو بلند میکنیم تو ای خداوند میشنوی کلام تو میگی چشمان تو مینگره که ببینه آیا کسی هست که تو رو بخواد ای خداوند ما اعلام میکنیم که تو هستی تو تنهایی های ما رو بهتر از هر کسی درک میکنی تو ای خداوند شکستگی های ما رو ای خداوند درمان میکنی مرسی ای خداوند عزیزانم خداوند که درد آشناس با شماست خداوندی که رنج کشیده عاشق شماست هللویا مرسی ما. مرسی ممنونم پیتر جان مرسی جان مرسی این دعای زیبا فرانه عزیزم بریم بفرمایم بریم بشینیم و ادامه بدیم این تاریخو که من خودم خیلی از تاریخ لذت میبرم مخصوصا تاریخی که ثابت میکنه و تاریخی که سندیت داره حقیقتا مثل پولوس میگه ما به هوا داریم مشت نمیزنیم رضا گفت اگه من بشارت ندم واقعا دی... کم دارم چرا که میدونه چه کسی رو داره پولوس بشارت میده ایسای قیام کرده رو فرانک جان تو صحبت کردی از تاریخ نویسا تاریخ نویسایی که مکتوب نوشتند که واقعا اون قبل خالی بود واقعا ایسای مسیحی که معلم بود و پادشاه یهود و شاگردینی داشت نه انگاری که او ادعاهاش واقعیت داشت و خداوند زنده بود که تو ما بهش اشاره کرد مرسی فرانک اینجا میخوام در ادامه مطلب به نظرات دیگه اشاره کنم فلاویوس جوزفوس در ادامه همون مطلب مینویسه اعمال او نیکو بود و از نظر اخلاقی بسیار شریف و پرهیزکار بود خیلی از یهودیان و ملت های دیگه شاگرد او شدن و پیلاتوس او را محکوم به مصلوب شدن کرد تا بمیرد اما آنهایی که شاگرد او شدن از ایمان به او برنگشتند اونها گزارش میدن که او سه روز بعد از مصلوب شدن بر اونها ظاهر میشه و او زنده است و همین منوال او احتمالا مسیح است که انبیا در مورد او چیزهای عجیبی گفتند همینطور جولیوس آفاری کانوس در بعضی از قول تالوس تاریخ نویس درباره تاریک شدن آسمان بعد از مصروب شدن مسیح صحبت تو همون موساند. زمانی که عیسی بر صلیب بود 6 ساعته. دقیقا و پلنی کوچک در کتاب دهم ده نامه شماره 96 عادت پرستشی مسیحیان اولیه رو ثبت میکنه و اشاره میکنه اونها عیسی مسیح رو پرستش میکردن. چقدر زیباست. و همینطور تلمود بابلی مصروب شدن ایسا رو در غروب فسح میاد و اتهام او رو جادوگری و تشویش یهودیان و برگشتن از دین بیان میکنه و همینطور لوسیان از ساموساتا یک نویسنده یونانی قرن دوم بود که اعتراف کرد ایسا توسط مسیحیان پرسیده میشد و تعالیم جدید آورده بود و به خاطر اون مصروب گشت او گفت که تعالیم ایسا شامل برادری، بین ایمانداران بود برداری که بینمون هست و همینطور انکار خدایان دیگر و برگشتن از اونها شواهد بیشماری برای اثبات وجود عیسی مسیح و تعالیم او و تاثیراتش بر مردم زمان در کتاب مقدس اومده و همینطور کتاب غیر مذهبی وجود داره که حالا به برخی از اونها اشاره کردیم ولی من اینو میخوام در نهایت بگم او قابل انکار نیست هیچکس هیچ کس نمیتونه مسیح آمان. رو انکار کنه دقیقا حقیقتا آه، صحبتات خیلی آه، واقعا شیوا بود خیلی قشنگ عنوان کردی این همه مطالبی که هستش و خود در آخر نتیجه گیری کردی نمیشه عیسی قیام کرده رو منکر شد نه رضا یه صحبت داشتی در مورد این که فکر کنم آره میخواستی بگی در مورد این که نجات رو فکر کنم به من گفته بودی هیچ مذهبی هیچ چیزی نمیده بله اتفاقا میخوام از اینجا شروع کنم که اول خدا رو شکر میکنم ما نه تا خواهر برادر هستیم و از نه تا شش تامون ایمان آوردیم قلبمون به عیسی مسیح دادیم دا و سه تا دو تا خواهر و یه برادر هنوز قلبشون به عیسی مسیح ندادن که براشون دعا میکنیم همیشه من بیشتر موقع با برادرم صحبت میکنم و چند وقت پیش اتفاقا راجع به این دین و مذهب و اینا صحبت میکردیم و دیدم جاش هست تو برنامه بگم تو صحبت اون پیش می میگفت من اینجوری انجام میدم تو دینم این کارا رو میکنم خب استان به جایی رسیدیم که میخواستم یه تننگور بهش بزنم بهش گفتم اوکی اصلا ما میگیم دین مذهب خوب و یا عالی اصلا ناراحت نشو و به تو هم یاد میده چه جور زندگی کنه آیا تو رو نجات میده گفت مگه تو نجات پیدا کرد گفتم بله و یه مثالی به مثال زمینی که اینو بهتر بتونه نجاتی که من گرفتم و بهتر بتونه لمس کنه بهش گفتم فکر کن من تو دریا غرق شدم یه شناگر حرفه‌ای که اصلا فوق حرفی اومده لب آب به من میگه رضا جان رضا دست و پا بزن رضا جان دست راست اول دست راست نفس بگیر پاتو بزن بالا بیا خودتو بکش آیا این شدنیه من یکی رو میخوام که خودش بپره تو آب منو بکشه بیرون نجاتم بده نه بلکه نجاتم بده میخوام بهم هم یاد بده نفس گیری رو یاد بده دست راست و چپ همو بهم هم یاد بده تو آب پا زدن بهم به یاد بده آیا اون دین به تو یاد میده اینو؟ اوکی بره اون به جای تو این کار نمیتونه بکنه نمیتون. اونجا مدفع فریاد میزنه این کار رو بکن. تو... اما او ایسا پرید داخل آب برای تو نه و فقط تو رو نکشون بیرون و ماها رو که نجات داد پشت در قلبمون عیسی و ما ایمان آوردیم فقط این نبود عیسی نگفت اوکی تو ایمان آوردی رو نفسگیری رو به یاد پازر آمی. همه چی رو به یاد داد به یاد داد حتی جاهایی که مایوس شدیم شک اومد تو زندگی اومد بازم اومد و میاد و تا آخرین لحظه هست دقیقا. و این خیلی خوب گفتی در مورد اینکه شاید خب خیلی از ادیان هست خیلی از شریعت ها هست فکر کنم بیش از یازده هزار تا خدا نمیدونم ادیان و اینجور چیزها هستش هر کدوم به ما میگن که چی درسته چی نادرسته مثل پدر و مادری که میگن خب این درسته این نادرسته این درسته این نادرسته این, این کارو بکن این کارو نکن و این درستی و نادرستی خیلی جالبه توی کشورهای مختلف با هم فرق میکنه مم. مثلا نمیدونم کشیدن یه چیزی موادی توی مثلا <applause> یه کشوری آزاده توی جای دیگه جرم داره اعدام یعنی نجات نمیده نج... فقط بده چی درسته چی درسته, درسته. درسته. نمیتونه نجاتت بده شریعت فقط نشونگر اینه که من گناهکارم حتی این آیه رو برای برادرم خوندم که در کلام خدا اومده در یوحنا 17 آیه 3 میخونیم که خدای حقیقی رو بشناسی تا حیات جاودان بیابیم آمین. حیات جاودان مثلا ما فقط اینجا نیستم که تموم بشه بره تا زندگی آغاز میشه شروع میشه پیتر جا از چیزا صحبت کرد از یه سری فرقه و یک عزیزانی به اسم اسنی ها ما میدونیم که اون دوره یهودی ها هم چهار گروه چهار گروه یا حتی پنج گروه بودند منظور فریسیان صدوقیا ها، غیورها که شمون غیور بهشون بوده و حتی اسنی ها و حتی حالا هیرودین ها ها هم بودند بینشون که این خیلی جالب بود اسنی ها نقش مهم می داشتن در ثبت این مدارک و بعد حتی عهد جدید رو بر این اساس کتبی هایی که ثبت شده بود و داشتیم ادامه دادن عزیزان اینو میشه ادامه بدید قبل از اینکه ادامه بدم میخوام بگم که اگر کسی خب ما این مسئله مطالب که اینجا داریم میگیم خیلی خلاصه و خیلی کوتاه وقت نداریم آره، آره. اگر کسی واقعا دلش میخواد بیشتر بدونه در مورد این مسائل من میتونم عزیزان رو ارجاع بدم به برنامه های از برادرمون کروش جهانشاهی که تو همین برنامه شبکه 107 رکورد شده توی سه قسمت هست. میتونن برن آره تو یوتیوب میتونن یوتیوب پیدا کنم. سه قسمت در مورد عهد جدید عهد قدیم فکر میکنم به طور کلی خیلی کامل توضیح میده اینا رو اما آره من اگر بخوام اشاره بکنم به نسخه هایی که از عهد جدید مونده اینا خیلی کامل تر از نسخه های عهد قدیمی ترن و هیچ نسخه باقی مونده ای نیست که به دقت و کاملی نسخه های عهد جدید باشه تو کل مطالب جهان ببینید من اگه بخوام بگم اودیسه و هومر 500 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شدن خب اما نسخه هایی که ازش موجوده مربوط میشه به قرن 11 و کمتر از 20 است کمتر از 20 تا پیدا کردن ازشون خب صد قبل میلاد قرن 11 پیدا, اما خیلی جالبه براتون بدونین که مثلا اولین انجیل که نوشته شده مرقس حدودا 50 سال بعد از میلاد نوشته شده و ما نسخه هایی از عهد جدید داریم برای همون صده اول 50 بعد میلاد البته میشه تقریبا 20 بعد بعد قیام بله. یعنی 20 سال بعد قیام چون بله. تولد شده حساب می‌کنیم و ما نسخه های از عهد جدید داریم که ما رو همون صده اولن خب البته این نسخه رو پراکندن اما تو همون 300 سال اول که از میلاد مسیح گذشته اینو خیلی نزدیکن شما فکرشو بکنید خیلی نسخه ها داریم که نسخه های کامل هستن انجیلن این نسخه ها یکی از دلایلی که وجود داره اینقدر قابل اعتماد هستن نزدیکیشون به زمان زندگی عیسی مسیح یا یا زمان زندگی عیسی مسیح یا یک یک دست بعد از این یعنی افرادی که بعد از شاگردان بودن فقط یک نسل به خاطر همین اینا خیلی معتبرن توشون تفاوت با خود انجیل ها پیدا نشده میدونید خیلی نزدیکند و جالب بدونید که ما تا قرن 15 که صنعت چاپ به وجود اومده 6000 تا نسخه دستنویس از عهد جدید پیدا کرده. آره شیش هزار تا و این نسخه ها موجوده میتونن برن تو دانشگاه های مختلف مثلا ببینن مثلا نسخه خطی جان رایندز اگر اشتباه بگم مار 130 بعد از میلاده که تو کتاب کتابخونه به همین اسم توی منچستر انگلستان هم پیدا میشه اینو میگن قدیمی ترین نسخه عهد جدیده و خیلی نسخه های دیگه هم وجود داره و این رو هم بهتون بگم که اینا هم همونطور که میدونین رو پاپیروس نوشته میشدن روی مس نوشته شدن و روی پوست حیوانات و پیتر جان من یه عکسی رو آوردم حالا از کارگردان خواهش میکنم که نشون بدن این عکس از عیسی مسیح هستش که توی و همچنین این عکس از عیسی مسیح هستش که کفن ایشون در حال حاضر در شهر تورین ایتالیا, ایتالیا هست و خیلی وقتا مثلا هر, هر ساله میرن اونجا و این کفن رو میبینن خب این عکس از کفن عیسی چرا اینطوره وقتی که عیسی مسیح همینجوری که ما قبل صحبت کردیم توی, توی قسمت های قبل عیسی مسیح وقتی که قیام میکنه یک فضای نوری از خودش ساطع میکنه که اون نوری که از خداوند نور ساطع میشه وقتی قیام میکنه بر روی کفنی که یوسف و نیقودیموس رو کفن پیش بیندن و بر اون کفن نقش میبنده و از نقشش الان که تو کلیساهای های سنتی کاتولیک عزیز ارتودوس های عزیز از اون شمائلش عکس های مسیر رو امروزه در حالا تابلوها و حالا یا مجسمه ها کاتولیک ها تراحی کردند این عکس همچنان الان هستش در تورین ایتالیا عیزانی که بی خدا هنی حالا میخوان این زیر سوال ببرن میتونن ببینن و این رو مسیحا چیز نکردن غیر مسیحا پیدا کردن گفته بودن جای میخوا و خون اون خونش برنه. روی اون کفن بود ای خیلی جالبه ولی خیلی خلاصه گفتم این تایم همه سال این همه سال تایم نداریم ولی واقعا خیلی قشنگه میتونید خیلی دقت کنید و اینو بفرمایید کاوش کنید اگه تایم دارم میخواستم درباره نگاه غیر ایماندارا بود دیگه میخواستم ببینیم به رستاخیز میخواستم ببینم ما قرار نیست همه جواب غیر ایمانا رو بدیم در تصنیه میگه رازهایی هست که فقط خدا قادره که ب... درکشو به ما بده و میاد برای ما مکاشفه میکنه این هم خی... خیلی مهمه که بدون قرار نیست از اول تا آخر همه ج... ما کار خودمون رو میکنیم دعا میکنیم به بش... میدیم و میریم جلو و خدا به وقت و ساعتش میاد عمل میکنه این صحبت تو رضا جان یه معلم عزیزی توی یکی از درسایی که داشتم میخوندم میگفتش که لازم نیستش که یه جمله از یه عزیزی رو گفته بود که لازم نیست که ما ثابت کنیم عیسی خداست عیسی خداست <applause> به ما ثابت کنیم که آیا پیروش هستیم مسیحی هستیم و به این دلیل من خودم خیلی علاقه من شدم به اینکه دفاعی دفاعیه ارائه بدم یعنی اینکه بتونم از ایمان خودم به او به اویی که منو نجات داد امانویل با منه بتونم ارائه بدم نسبت به یک غیر ایمان چرا ما شهادت میدیم شهادت, شهادت یکی از راه هایی هست که ما نشون میدیم که ایسا عمل میکنه و زنده است در زندگی های شخصی خود و به زنده با قلب ها موسیقی. با, قلب ها با, قلب ها با قلب ها مرسی پیتر مرسی رضا جان فرانک جان من میدونم که حتی خواستم شهادت از رضا و از پیتر بشنوم فرصت کمه و این مطلب خیلی خیلی کوتاه آره کوتاه کوتا. خیلی وقتا غیر ایماندارا میگن شما رو رجوع میدید به منابع مسیحی آره. میخوام بهشون بگم اگر یه مقداری کوتاهی تحقیق کنم من نمیدونم حالا اسم مجله و اینجور چیزا رو شاید نتونم اینجا بیارم ولی مجله های علمی غیر مسیحی هستن که حتی مرگ عیسی مسیح رو ثابت کردن و خیلی مسائلی دیگه در این مورد توشون هست ثابت شده است غیر مسیحی هم هست میتونن به اونجا ارج... دقیقاً در کتب غیر مذهبی هم وجود داره مرسی. ثابت شده ممنون خدا برکتتون بده عزیزان ممنون که با ما همراه بودید امروز هم این زمان هم گذشت تا جلسه آینده عیسی پیش و... پس از قیام با ما باشید ما رو, رو نکنید ما با شما خدا نگهدار با اجازه مرسی عیسی